بسم الله الرحمن الرحیم و نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم ما، عزیزان فارسی زبان در هر کجا که برنامه خودتان، برنامه زنده روشن را نگاه میکنید، انشاءالله همیشه صحتمند و سلامت باشید. بسیار بسیار تشکر میکنم که برنامه خودتان را انتخاب کردید برای نگاه کردن، انشاءالله استفاده هم میکنید و انشاءالله که تا نهایت برنامه هم همراه ما باشید. عزیزان و بزرگواران، آغاز هفته است، هفته بسیار بسیار خوب و پر برکت برای شما عزیزان و دوستان آرزو میکنیم. همچنین روزهای شنبه دیگر مهمان خوب برنامه ما خانم حسینی عزیز هستند. من وقت شما را نگیرم و قبل از آغاز گفتگو با ایشان یک سلامی هم با ایشان داشته باشم. سلام علیکم خانم حسینی، بسیار خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم خدمت شما و همه عزیزان و بزرگواران. انشاءالله که آغاز هفته سرشار از موفقیت، پیروزی و اتفاقای خیلی خوب باشه براشون انشاءالله. بسیار تشکر شما خانم حسینی. اما بینندگان عزیز و محترم، در همین آغاز و ابتدای برنامه شماره تماس برنامه را که زیر نویس هم میشه شما عزیزان فراموش نمیکنید، مثبت 964 780-255-4013 در اختیار شماست. همین الان هم میتونید که از طریق واتساپ و تلگرام با همکاران ما در ارتباط شوید. اگر کدام نظر، انتقاد و یا پیشنهاد در مورد موضوعات مختلفی که در برنامه مطرح میشه دارید و یا اگر کدام سوال خاصتان از کارشناس محترم امروز برنامه خانم حسینی، روانشناس بالینی دارید، حتما با ما در ارتباط شوید و سوالات خودتون رو روان بکنید. انشالله سعی میشه که در همین برنامه و سوالات شما عزیزان پاسخ داده شوه بدون فوت وقت. به سراغ کارشناس محترم بریم و سوال خودمون رو پرسان بکنم که خانم حسینی عزیز، بحثایی که در گذشته در شنبه‌های گذشته در خدمت شما بزرگوار بودی، موضوعات مختلف کودکان استثنایی است، این برنامه برای ما بینندگان عزیز ما چی دارید؟ یه هم یک از کودکان استثنایی، کودکان سندروم ایکس شکننده که از همون نام کروموزومش گرفته شده. در واقع انگار که خانم ها دو نوع کروموزوم ایکس داره و مردها یک کروموزوم ایکس و یک کروموزوم وای داره. به خاطر همین یک از کروموزوم ها شکسته میشه، یعنی نقص درش ایجاد میشه و او باعث میشه که طفلی که به دنیا میاد دچار سندروم ایکس شکننده باشه. یعنی از بین دو دانه کروموزوم که خانم داره یک دانش خراب میشه، یک دانش شکسته میشه، نقص برش ایجاد میشه یا تکرار میشه. بسیار به خاطر همیست که باز خانم ها حامل جن هستن، منتها درصدش بسیار کمتر از مردانه و بیشتر مردان دچار ای کروموزوم شکسته که شامل حالشون میشه، مردان بیشتر به ارث میبرن تا زنها. یعنی مادری که حامل ای جن هست در اولاد پسر خود منتقل میکنه. یعنی الان خانم حسینی تصویری که یک تصویر دارن میبینن برای صفحه تلویزیون خود، امی کروموزوم ها، آره کروموزوم ها رو نشان دادن که در واقع کروموزوم سالم که هر دو کروموزوم ایکس سالمه و کروموزوم دومی کروموزوم ایکسش یک نقص برش ایجاد شده. خب چرا رقم از شما خانم حسینی میگید که بیشتر مردها به بیماری مبتلا میشن؟ خب خانم ها که خب دو دانه ایکس دارن، خب احتمالش نباید قاعدتا بیشتر باشه برای بیماری، چون دو دانه ایکس داره نقص برش ایجاد میشه که اون نقصه مانع این میشه که او طفلی که دختر هست به خاطر که کروموزوم داره نقص درش ایجاد شده ای دریافت نمیکنه او بیماری را. اما پسرها که یک دانه کروموزوم ایکس داره شامل حالشون میشه که باز هم درصدش نسبتاً به دخترها بیشتره. طبق آماری گرفته شیو در هر یک متولد یک پسر در 2000ه، منتها در خانم ها یا همون دخترها یک در 2500ه. یعنی احتمال دخترها کمتره و ای که از لحاظ باز هم شرایطش پسرها دچار عقب ماندگی بسیار شدید، خفیف و متوسط هستند و دخترها که دچار میشن، حالا ما میگیم خوشبختانه، درصد عقب ماندگیشون کمتر هست. دخترها میتونن یک زندگی عادی داشته باشن ولی عقب مانده هم نباشه. عقب مانده نباشه یا اگر باشه بسیار خفیف. از کجا معلوم میشه که انمی بیماری را داره اگر یک دختری عقب ماندگی هم نداشته باشه؟ خب الان علائمی میشه که ذکر بکنیم تشخیص داده میشه. خب از لحاظ ای سندروم ایکسی شکننده بعد از سندروم داون که بسیار ویژگی خاصی داشت و بسیار شاخصه که میفهمه ای کودک ما سندروم داونه، سندروم ایکس شکننده هم از لحاظ ظاهری و از لحاظ ذهنی، حسی، حرکتی
و رفتاری بسیار مشخص است که این طفل ما دچار سندروم ایکس شکننده هست که علائمش از بعد تولد از پسرها که گفتیم بسیار زوده از 35 ماهگی تا 37 ماهگی دیگه این طفل مشخص میشه و والدینش و اطرافیانش میفهمه که از لحاظ ظاهری طفل ما فرق داره و متفاوت هست و دخترها از 41 تا 42 ماهگی مشخص میشه، شاید در ظاهرش بسیار کمتر باشه. از لحاظ ظاهری که علائمش عرض بکنیم، از لحاظ ظاهری چهره های برجسته داره، چونه های بسیار کلان داره، گاهی صورت هایشان کشیده تر هست نسبت به یک طفلی که عادی است، چشمای برآمده دارن، یعنی نسبت به یک طفل عادی در همون خانواده و فامیل خودشان، در فامیل خودشان بله، هم مقایسه میشه هم با یک طفل عادی که متولد میشه. حالا از لحاظ چهره‌ای و صورتن و رنگ پوست که ما او را از والدین خود دریافت میکنیم و چهره‌های متفاوتی که هر قشر و قوم داره، ولی این بسیار متفاوت تر است هم با خانواده هم با بقیه اطفال و ما میگویم انسان‌های دیگر. صورت برجسته تر و کشیده تر داره، چشم های گردتری داره، پیشانیشان بلندتر است و شاخصی خیلی مهم در چهره ایشان هست، گوش های بسیار کلان داره. گاهی هم در البته از لحاظ علمی تایید نشده و در زبان عامه گوش فیلی هم میگن که بسیار گوش فیل بله در حال پخش است، بسیار این برجسته تر است که گوش های بسیار دراز و پهن و به قول همون مانند گوش فیل میمانه که بسیار کلان تر است. این از لحاظ ظاهری. به صورت کلی یعنی علائم رو در کنار هم باید مقایسه کنیم، چون یک نفر ممکنه که مثلا دیگه علائم ظاهری صورتش عادی باشه ولی خب گوشش کلانتر باشه. در صورت عادی که خیلی کلانتر نسبت به والدینش هست که دیش میگن حالا باهوشتره بعضی ها میگن، اما این بسیار کلان است، برجسته‌تره، بسیار بزرگتره، بله به چشم میآید که هر روز که بزرگتر میشه او گوش ها هم نسبتاً بزرگتر هست به گوش های بقیه هم سالان خودش. بله و ای که از لحاظ فرم استخوان های بسیار نافرمی داره، دندان های نامرتبی داره و ای که هر روز که کلانتر میشه از لحاظ ساختار استخوانی هم تغییر پیدا میکنه، بازوهای پهنتر، پاهای دراستر و قدشان هم نسبتاً دراستر هست نسبت به بقیه آدم ها، در حال من میگم استخوانشان در حال رشد غیر طبیعی خودشون نشان میده، یعنی ممکنه قدش نسبت به دیگه مردم بسیار 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 بلندتر باشه. در برخی از تصاویر خانم زینی مثلا در اینترنت نگاه میکنه یک نفر قوارش بسیار بلند است، بلند. دیگه افراد دشانش میرسه مثلا در نمایش ها و اینا شرکت میکنه، احتمالا ممکنه نمی بیماری رو داشته باشه اگر علائم دیگر اگر هم داشته باشه دیگه. بله بله گاهی هست که ما خو از لحاظ انسان ها در حال رشدن خو یک سری کارها و برنامه های ورزشی شاید انجام میدن، یک سری رشته های خاصی که قدشان تا نزدیک 2 متر میرسه، اما این اطفال خب نه نیاز به برنامه خاصی نداره که برای قدشان تلاش کنه، استخوان خود به خود در حال رشد غیر طبیعی هست از طریق فک، چونه ها، گونه های صورتشان برجسته تر میشن نسبت به بقیه آدم ها و ای که از لحاظ هوشی گفتیم عقب مانده های شدید خفیف و متوسط دارن که گفتیم بازم دختران بسیار خفیف هستن که باز یک سری آماری که گرفته بودن دخترهایی که دچار سندروم ایکس شکننده هستن نزدیک 9% از این دخترها هم میتونن شغل داشته باشن هم میتونن تحصیل داشته باشن، در صورتی که بقیه در امور آموزشی بسیار کند و یا دیر آموز و کند آموز هستن. نسبتی وجود داره خانم حسینی بین مثلا تغییرات ظاهری که درش ایجاد میشه و تغییرات مغزی که درش وجود داره، یعنی بگوییم هر چقدر که ظاهرش عجیب تر باشه پس عقب ماندگیش هم بیشتره؟ بله بله این تأثیرش بیشتره.
که هرچی به هر حال ظاهر عجیب تر باشه بستگی به او همو عقب ماندگی ذهنیش رو هم شدید تر میکنه. پس 9% از دخترها رو که آمار گرفتن اینها تانستن با تلاش و کوشش و حمایت‌های خانواده و جامعه رشد تحصیلی داشته باشه، گفتن تا 12 پاس این 9% تانستن که 12 پاس تحصیلات خوب داشته باشن، دارای شغل باشن و دارای یک زندگی عادی و نرمال که ازدواج کردن و یک زندگی عادی رو میتونن بگذرانن. اما مردان متاسفانه نه، درصد شانس مردان عقب ماندگیشان بسیار شدیدتر هست که از لحاظ ظاهری کف پای صاف دارن. اجازه بدین مفصل تر در مورد همین مسئله با صحبت بکنیم بعد از میان برنامه. تشکر از شما بینندگان عزیز و محترم. اگر کدام سوال از کارشناس محترم ما در مورد موضوع امروز برنامه دارید، شماره تماس مثبت 964-780-255-413 در اختیار شماست. همین الان هم میتونید با ما در تماس شوید. یک میان برنامه رو ببینیم. سلام مجدد تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم و سلام تقدیم به عزیزانی که نو به جمع ما پیوستند. برنامه زنده روشن از تلویزیون جهانی حادیث و موضوع گفتگوی امروز ما با کارشناس محترم خانم حسینی روانشناس بالینی کودکان استثنایی و سندروم ایکس شکننده است که یک بیماری که ژنتیکی است منجر به عقب ماندگی ذهنی هم میشه. خانم حسینی در خدمت شما هستم. بله، گفتیم خب از لحاظ ظاهری گوش‌های بزرگ دارن، چانه بلند دارن، صورتی کشیده دارن، فرم استخوانیشون در حال رشد و تغییر، دندان‌های نامرتبی داره و ای که کف پایشون صاف هست و انگشت‌هایشون از هم فاصله داره و گاهی میتونه کوتاه‌تر باشه و گاهی هم بلندتر باشه که فرم دستشانه. از لحاظ ذهنی هم پسرها شدیدتر متوسط عقب ماندگی ذهنی رو دارن و دخترها گفتن کمتر و خفیفتر هست عقب ماندگی ذهنیشون. از لحاظ حسی حرکتی هم دچار بسیار تغییر، یعنی طفلی که متولد میشه نسبت به اطفال عادی بسیار دیرتر حرکت میکنه، یعنی روند بسیار کندی در رشد داره و از لحاظ گفتاری هم بسیار دیر زبان باز میکنه. به قول حتی اگر تا 2 سال والدین شاید فکر بکنن که این طفل ما لال هست، نمیتونه گپ بزنه، منتها کلمات رو ناقص ادا میکنن و لکنت زبان داره، گاهی هم روان پریشی دارن، او جمله یا او گبی را که در ذهنشان هست نمیتونن بیان بکنن یا در واقع منظورشان را در او مخاطبشان ای اطفال نمیتونن بیان بکنن به خاطر ای که از لحاظ گفتاری دچار مشکل هستن و ای که از لحاظ حسی هم ای اطفال درک از محیط خود نداره. همه اینهایی که میگیم به خاطر عقب ماندگی ذهنی است که این طفل در روند آموزش و یادگیری هم بسیار کند هستن، منتها اگر تلاش شود و تلاش مضاعف نیاز دارن، بسیار از لحاظ آموزشی ضعیف عمل میکنن، در خواندن، در ریاضی، درک مطلب رو دیر فرا میگیرن. خاموسنی میشه که یک نفر از لحاظ ظاهری این علائمش بسیار کمتر باشه، ولی خب این مواردی که شما فرمودید مثلا یادگیری دیرتر یا به زبان آمدن دیرتر داشته باشه، یعنی ظاهرش نسبتاً عادی باشه، پدر مادر فکر کنن خب چرا طفل من این رقم است معلوم هم نشه، ولی در واقع این طفل این عقب ماندگی را داشته باشه. عقب ماندگی ای سندروم ایکس نه
چون به هر حال ظاهرم نقش داره، اما اگر همه علائم ظاهری و جسمی طفل ما عادی باشه، در زمینه آموزش و گفتار و حرکت کن باشه که در برنامه گذشته صحبت شد که ممکنه او دانش آموز دیر آموز باشه یا او طفل کند آموز باشه و او دچار او اختلال های یادگیری و فراگیری باشه. اما یعنی همیشه باید توجه داشته باشه برای مادرها که این نشانه هایی که شما فرمودید در کنار علائم ظاهری بروز بله میکنه. علائم ظاهری هر چیزی مثل همه سندروم ها، مخصوصا سندروم داون که چهره مشخصی داره که در کل دنیا همو یک چهره است تقریبا، و سندروم ایکس شکننده هم ظاهرش همیست که از همو گوشای بزرگش و از همو صورت برجسته و درازش و از همو لحاظ ای که استخوانش غیر طبیعی در حال رشد هست شناسایی میشه. و یکی اطفال از لحاظ عاطفی هم بسیار آسیب پذیر هستند. اطفال در معرض ترس، استراب، افسردگی و ناامیدی است، هم به خاطر وجود ظاهرش، هم به خاطر نگاه و رفتار اطرافیان که بسیار تأثیر داره. به هر حال او درک حسی را این اطفال داره. گاهی ما خودم گاهی شاید فکر میکردم که اطفالی که عقب مانده ذهنی هستن شاید هیچ احساسی نداشته باش، احساس محبت نفهمه، احساس خوبی را نفهمه یا احساس بدی را هم درک نکنه، در صورت که خودم با این اطفال که توفیق داشتم کار بکنم، این اطفال فوق‌العاده حساس و عاطفی هستن و بسیار توی این زمینه برای من تعجب آور بود که اطفالی که اگر با تو سر و کار داشتن، اگر چند سالی با تو در خیابان در جایی میدیدن میشناختن، او چهره رو در ذهن به خاطر می سپردن، حتی بچه هایی که دچار این سندروم ها بودن. بعد من که خودم فکر میکنم شاید از لحاظ علمی من مطلبی ندیده باشم که در این زمینه ذکر بکنم، ولی از لحاظ تجربه میگم این حس عاطفی انسانی بسیار قوی است و این اطفال فوق‌العاده مهربانن، فوق‌العاده عاطفی هستن و در این زمینه حساس هم هستن. چون خانم حسینی شما میفرمایید فوق‌العاده مهربان هستن، خب ما موارد برعکس هم دیدیم، یعنی مثلا یک نفری که این رقم عقب ماندگی را داشته باشد در مثلا خیلی پرخاشگری میکنه، بدخویی میکنه، دیگه افراد را میزنه، خب برای همون که مثلا پدرها مادرها مجبور میشن اینا رو در خانه بندی کنن یا اینها رو در جایی روان میکنن که از اینها نگهداری بکنه برای که آسیب به دیگه افراد نزنه. خب به خاطر او رفتار ماست، من میگم اولا او رفتار مای والدین، رفتار محیط، بازخوردش ای شده که طفل ما واکنش دفاعی داشته باشه. این ناخودآگاه است. هر کسی را که شما یک من میگم غیر طبیعی با او رفتار بکنی، چه سالم باشه چه انسانی که آسیب پذیر باشه و مشکل داشته باشه، خب برای دفاع از خودش حتما باید واکنش نشان بده. و این اطفال چون مهارت را یاد ندارن که کنترل خشم داشته باشن و غالبا گفتن دخترها مهربان تر هستن، پسرها عاطفه را دارن، منتها پسرها باز در این زمینه پرخاشگر هستن. من میگم بازم محیط تأثیر گذاشته، تربیت من والدین، من که مراقب این طفل بودم، او مهارت های لازم اجتماعی و رفتاری رو بر این طفل آموزش ندادم به صورت عملی. حالا از لحاظ یادگیری اگر بیان شود شاید او طفل نتاند درک کنه، اما از لحاظ رفتاری و عملی اگر با این اطفال کار شود، این اطفال هم میتونه زندگی تقریبا من میگم طبیعی و نزدیک به طبیعی حداقل داشته باشه و ای که اطرافیان به قول شما کمتر آسیب بیره و کمتر خودش آسیب ببینه. و یه اطفال گفتیم به مرور دچار ترس و استراب میشن، ترس اجتماعی هم دارن، انزوا گوشگیری رو دوست دارن. چرا؟ چون نگاه های محیط باز هم تأثیر گذاره، متوجه میشه که مثلا متوجه میشه و ای که برخورد دیگران، گاهی شاید یک طفلی که با این ظاهر و او عقب ماندگی ذهنی هم که داشته باشه نتونه خوب گپ بزنه، نتونه ارتباط خوب و سالمی با او طفل همسن خود بر قرار بکنه، طبعا با یک سری مخالفت های من میگم اخلاقی و رفتاری مواجه میشه و او اطفالی که سالم تر ممکنه مورد تمسخر قرار بگیره، مورد آزار و اذیت جسمی و روحی قرارشان بده. خب این اطفال ترس داره که وارد اجتماع شود، ترس داره که با یک انسانی دیگه ارتباط برقرار کنه و این عدم ارتباط با اجتماع و محیط انسانی باعث میشه که اطفال دچار
افسردگی های خیلی شدید شود که باز هم اینجا نیاز به روان درمان پیدا میکنه که اطفال مداوا شود و اگر مداوا نشود خب این اطفال روز به روز من میگم ناامیدتر، پرخاشگرتر و عصبیتر خواهد شد و باز هم من میگم که نقش اطرافیان میتونه خیلی مؤثر باشه و بازم هزینه شه اطرافیان متقبل میشه. حالا از در حد خانم حسینی فکر میکنم همه چیز به سطح فرهنگی جامعه برمیگرده، چون اگر یک جامعه داشته باشیم که سطح فرهنگیش پایین باشه حتی یک طفل کاملا سالم را ممکنه که تبدیل به یک انسان پرخاشگر پرخاشجوی و بد بکنه، کمان که خب ما شاهد هم هستیم مواردی از این مسئله را. اما این اطفال قاعدتاً قطعاً در معرض آسیب بیشتری هستن و نیازمند حمایت بیشتر. بیشتر نیازمند حمایت بیشتر و اینکه اطفال از لحاظ جسمی و بیماری هم دچار خطرات بسیاری هست که نیاز به تداوی و دربان همیشگی ممکنه داشته باشی. اطفال دچار ناراحتی های قلبی و کلیوی میشن. یه افراد به خاطر که تغذیه گفتیم شاید فرم دندان هایشون نامرتب باشه، به خاطر نوع فکشون و حتی ذکر شده اکثریتشون شکاف کام داره. اگر والدین ما تقریبا یک مدتی پیش من یک دختر نوجوانی را دیدم که از لحاظ ذهنی بسیار مشکوک میزد و یکی این شکاف کام داشت، دختری که 13-14 ساله بود، صنف 9 درس میخوان. وقتی با مادر صحبت کردیم خب این نمیتونست گپ بزنه چون لکنت زبان داشت و نمیتونست ارتباط خوب برقرار کنه، دچار افسردگی شده بود و خوش نداشت با مکتب بره. خب والد با مادرش که صحبت کردیم خب این که نیاز به یک عمل جراحی داشت، به هر حال این هزینه رو باید متقبل میشدین که آسیب های روانی بیشتر شامل حال کودک شما نشه. در ظاهرش شکاف کام که میگید برای لبش معلوم میشه یا نه فقط در داخل دهان؟ در داخل ممکنه لب خیلی کمتر ذکر شده، بیشتر داخل کامشن و این نمیتونست گپ بزنم. میگفت اطرافیان گفتن این طفل است عمل جراحی نکنیم، کلان شد خوب میشه. کلان شد خب ممکنه آسیب های بیشتری وارد شه و حالا از لحاظ پزشکی تخصص نداریم، ممکنه خب خطرات جسمی بیشتری شامل حالشان بشه و اگر این در طفولیت عملیات میشد خب بیشتر جواب میداد. پس این اطفال هم ممکنه شکاف کام داشته باشه که نتونه او ارتباط برقرار کنه و این اگر رسیدگی نشه از لحاظ پزشکی خب او هم اضافه شده. من میگم او هم یک درده. چرا؟ که نمیتونه غذا رو به راحتی بخوره، نمیتونه خب میلی که به غذای خاصی داشته باشه، شاید این نتونه به خاطر که او را راحتتر هضم بکنه و قورت بده خب دچار مشکل میشه، مشکلات معده و روده هم که شامل حالشان میشه و متاسفانه آسیب‌هاش من احساس میکنم که بسیار زیاده. اگر والدین ما او دانش و او مهارت لازم کسب نکنه، من میگم این اطفال بیشتر آسیب میبینن. پس خانم حسینی فکر میکنم مسئله آموزش والدین در این زمینه یک مسئله بسیار جدی باشه که متاسفانه بسیار از والدین در کشور ما افغانستان متاسفانه سطح سوادشون بسیار پایین است و به هر دلیلی شرایط را نداشتن تا آموزش هایی در این زمینه ببینن. بالاخره قسمت است یا سرنوشت است یا حکمت خداوند است یا ای که چرخ روزگار است، یک نفر نصیبش میشه از بین اولادش یک طفلی با این معضلات و مشکلات و بیماری ها به دنیا میآید. ما به عنوان والدین باید سعی کنیم آمادگی داشته باشیم تا انشالله کمک کنیم که طفلمان یک زندگی حداقلی رو داشته باشه. اگر که یک رنج بیماری رو میکشه 100 رنج دیگه در کنارش متحمل نشه. و اگر جزاوتین خانم حسینی یک میان برنامه رو ببینیم، باز بعد از او در خدمت شما خواهیم بود. تشکر بینندگان عزیز و محترم، بعد از یک میان برنامه برمیگردیم.
بینندگان عزیز و محترم، شما عزیزان همچنان برنامه خودتان، برنامه زنده روشن را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید و ما همچنان و گفتگوی خودمان با کارشناس محترم خانم وقایع حسینی، روانشناس بالینی، ادامه میدهیم با موضوع کودکان استثنایی و کودکانی که سندروم ایکس شکننده دارند. بله، در خدمت شما هستم. برای درمان متاسفانه هیچ درمانی برای اطفال وجود نداره. واقعا هیچ راهی نداره، حتی همون نفری که بیماریش سطحش بسیار کم است هم درمان نمیشه. درمان نمیشه که بگیم یک کودک عادی میشه، نه. فقط کیفیت زندگی او طفل میتونه به یک سری آموزش ها و مهارت های خاصی که با این طفل کار شوه انجام میشه، من تا درمان قطعی برای اصلا وجود نداره. از لحاظ ژنتیکی شما فهمیدید که بالاخره یک بیماری ژنتیکی است دیگه، بله. ژن درمانی یا چیزهایی در زمینه فعلا که علم شاید کشف نکرده. و جالبی بود که یک آماری که داده بود از هر 350 زن یک زن دچار حامله، یعنی ناقل احتمال وجود داره که اولادش آره خودش سالم است، مون تو این ژن در خود نهفته داره از هر 350 نفر یک زن، و این رو میتونه به پسران خود منتقل بکنه، به دختران کمتر. زنها انتقال پیدا میکنه توی این مورد خاص؟ بله، یعنی پدرها حتی اگر ژن را هم داشته باشن انتقال نمیدن. ولی من تا این خانم ها حامل هستن که خودشون نیستن، ولی میتونن مثلا اولاد دخترشون این ژن باز از مادر به ارث ببره، بازم این حاملش باشه، خودش سالم باشه، من تا طفلی که به دنیا میاره او طفلش دچار یعنی بیماری باشه. یعنی 100% هم که مسینی وجود نداره، یعنی ممکنه چند نسل حامل بله، باشن بله. و بعد گرفته بله. باشن. اصلا ما در علم چیزی به نام 100% وجود نداره و همیشه احتمالش هست، همیشه او احتمالات هست. و ای که این اطفال از لحاظ پزشکی همیشه گفتیم تحت درمان باشه، بخاره برای که قلبشون معاینه شوه، برای که چکاب گوش شوه، چکاب استخوانهایشان شوه، دندان پزشکی مرتب برده شوه. خب به هر حال از علم که بسیار پیشرفته است، خب میتونن اگر فرم نامرتبی داره دندانهایشان، خب میتونه از طریق دندان پزشکی او رسیدگی لازمه برای اطفال داشته باشه. و من احساس میکنم اگر در یک طفلی از لحاظ پزشکی رسیدگی شود و از لحاظ عاطفی هم رسیدگی شود و او پذیرش از طرف والدین و اطرافیان باشه، من میگم او عزت نفس طفل هم رشد میکنه، اعتماد به نفس طفل هم رشد میکنه، به حال همو ظاهری که داره با همو فرم میپذیره و میتونه یک زندگی عادی داشته باشه، در صورتی که خب ما این مهارت هم داشته باشیم و هم اطرافیان ما به این دانش برسن. و ای که یکی از کادرهایی که باز هم در خدمتی اطفال میتونه باشن متخصصین روانشناس و گفتار درمان. این اطفال گفتیم در گفتار بسیار مشکل داره، دچار لکنت است. خب اگر این طفل رها بکنیم، هیچ نوع صحبتی با این نشه، هیچ گفتگوی دوستانه من گم صورت نگیره، هیچ نوع آموزشی حتی قادر نباشه یاد بگیره، باش کار نشه و رها شوه، خب من میگم او هیچ چیز رشدی نمیکنه. مثل یک گله که ما اگر او بذر در خاک بکاریم، در او آب ندیم، کود ندیم، ما گم رسیدگی نداشته باشیم، نور ندیم و سالها دعا بکنیم و انتظار داشته باشیم که گل ما رشد بکنه و یک نهال زیبا داشته باشیم، و این غیر ممکنه. پس ما ایره باید این رسیدگی های لازمه برای این طفل خود داشته باشم. از لحاظ پزشکی اگر رسیدگی شود، از لحاظ عاطفی رسیدگی شخواهی هم یک طفل عادی میشه، از لحاظ کیفیت زندگی، منظور نه یکی بیمارش درمان شود، ای که خوبی هم زندگی عادی همون طول عمری را که داره. اکثرا عقب ماندگان ذهنی طول عمر پایین تری داره خالی، ولی علم ای را گفته، در صورت که تجربه ثابت کرده اگر رسیدگی باشه یه اطفال طول عمر بیشتر و زیادتری داره. من یکی از شاگردانم که سندروم داون داشت نزدیک 48 سالش بود، منتها خب ظاهرش نشان نمیداد، با خواهرش که گفتگو کردیم توی سن 48 47 سالگی فوت کرد چند سال پیش. خب این تقریبا طول عمر بسیار خوبی داشت. چرا؟ چون که از لحاظ رسیدگی یعنی از بسیار خوب داشت. که بله، اگر هیچ رسیدگی عاطفی، تغذیه، رسیدگی هایی که از لحاظ پزشکی خب من میگم آدم سالم مگر رسیدگی نشه طول عمرش پایین میاد. بله. و چی برسه که اطفال نیاز شدید در
شدیدتری داره و ای که گفتار درمان در خدمتی اطفال باشه، یک سری آموزش هایی رو به والدین و اطرافیانش داده شوه که با این طفل از لحاظ گفتاری و زبانی کار شوه، از لحاظ آوایی کار شوه. من میگم مادرها و کسانی که از این طفل مراقبت میکنن میتونن شعرهای محلی زیبایی که وطندارای ما دارن برای اطفال بخونن و زمزمه بکنن، شعر بخونن، کتاب داستان مطالعه بکنن و قصه های بسیار داستان شیرین برای اطفال بگه و این اطفال وادار به گپ زدن بکنه، وادار به این بکنه که تو هم همین داستان همین شعر برای ما تکرار کن، برای ما بخون. و اگر هم او طفل مطمئنن قادر نیست، شاید کلمات بسیار پس و پیش بخونه یا بسیار نامفهوم بخونه، خب من میگم با تشویق، با تحسین، که حداقل من میگم او طفل بتونه منظور خود بگه، بتونه نیازهای اولیه خود در زندگی با گفتار که مهمترین ارتباط ما با بشر هست، خب حداقل از این طرف هم من میگم یک سری کار برای اطفال انجام شود. و ای که آموزش ای اطفال، خواهی اطفال شاید در یک مکتب عادی نتونن برن، در صورت که اگر برن او والدین یا او مکتبی که هست مسئولان و معلمان باید تلاش مضاعف داشته باشه و باز هم نگاه ها بسیار باید در حال تغییر و رشد باشه، که من میگم شاید درصدش بسیار کم باشه. خب باز هم والدین میتونن از خودشان وقت بگذارن با این اطفال آموزش ابتدایی، حداقل گفتن ریاضیات، حداقل شناختن حروف الفبا، من میگم حفظ کردن سوره های بسیار کوچیک قرآن شریف میتونه با این اطفال کار بکنه که اطفال خودشون من میگم امید و انگیزه ایشان بیشتر شوه. و یکی گاهی معلم خصوصی اگر در توان خانواده ها باشه و او کسی که خصوصا تخصص داشته باشه از لحاظ آموزش استثنایی با این کودکان، این کودکان هم میتونن دروس صنف ابتدایی را بخوانن. و شاید یا حتی اما مواردی که شما فرمودید تا صنف 12 بله و خانم ها و دخترها میتونن تا صنف 12 را با حمایت و تشویق و ای که یک سری امکانات ما میگیم رفاهی و آموزشی و عاطفی رو در اختیار اطفال اگر بذارن، یه اطفال هم میتونن از یک زندگی تقریبا عادی برخوردار شود. خانم این مواردی که بیان کردید موارد بسیار خوبی است، اما خب عموما نیازمند است که وضعیت مالی خانواده در یک حد نسبتا خوب باشه، وضعیت روحی و عاطفی خانواده و وضعیت فرهنگی خانواده در یک حد نسبتا خوب باشه و وضعیت عمومی اجتماع در یک حد بسیار خوب باشه. خب ممکنه خانواده هایی باشن در شرایط مالی خوبی نباشن، خانواده هایی باشن که در جای زندگی بکنن در قریه جات دور افتاده که بالاخره از وضعیت فرهنگیش یک مقدار شاید متفاوت تر باشه از بقیه نقاط. توصیه شما، اولین توصیه شما به یک پدر یا یک مادری که در خانه ایشان یک طفل با این ویژگی پا میگذاره چیست؟ اولین توصیه من ایست که پذیرشه، ای پذیرش، ای که من قبول میکنم بله، ای خب من میگم این نیاز به پیسه ندارن، نیاز به یک امکانات بزرگتر و کلانتر ندارن، نیاز به یک ارگان خاصی نداره، ای پذیرش از وجود انسان گرفته میشه، ای که من ای انسان بپذیرم که ای طفل حاصل، من میگم حاصل تلاش من والدین بوده و به هر حال ای طفل من دارم و باید برای کیفیت زندگی او تلاش بکنم. اگر او رو رها بکنم که من میگم با یک آفریده و یک موجود خداوند نامهربانی کردیم، خدایی که مهربان است، خدایی که رؤوف است و ما هر چه صفت خوبی است مال خداست، خب ما انسان ها که نماینده خداوند روی زمین هستیم، خب کسی که نماینده است بسیار تلاش داره که خودشان نشان بده که من هم یک مثلا او درجه را دارم که در او بزرگتری خود یا به او رئیس خود برسم که نقش خود خوب ایفا بکنم. پس من والدین اولین تاکید می که پذیرش، اول خود بپذیریم، گفتیم او شرایط روحی و روانی که بر این خانواده وارد میشه انکار نمی کنیم و من میگم کاملا طبیعی است و برخورد اولیه، ولی خب ممکن او فقط موقع تولد نوزاد باشه که من دچار یأس شوم، ناامیدی شوم، دچار عذاب وجدان شوم، دچار احساس گناه شوم، دچار اختلافات خانوادگی و زناشویی شوم یا
خود مقصر بدانیم یا طرف مقابل مقصر بدانیم. شاید همه این موارد طبیعی باشه، اما تا کی ادامه خواهد داشت؟ اگر این همچنان این روند من میگم بدخویی ادامه داشته باشه، هم ما از لحاظ روحی و روانی آسیب میبینیم، هم اختلافات خانوادگی ما بیشتر میشه، آسیب هایی که در کانون خانواده وارد میشه، شاید طلاق و جدایی ها اتفاق افتاده باشه که ما بیخبر باشیم، شاید جگرخونی های قومی ایجاد شده باشه. اما اگر تنها فقط من میگم والدین که دو تا مسئول هست برای یه طفل، اگر این هر دو با هم همدل باشه، با هم همزبان باشه، با هم من میگم حس محبت و عشق و عاطفه داشته باشه، خب این طفل حاصل همین دو نفر است. خب این دو نفر خود رو بپذیره، بعد اولاد خود رو بپذیره و برای که او یک زندگی عادی تقریبا داشته باشه و خوش باشه رسیدگی بکنه. گاهی گفتم والدین تمام تلاششون رو میکنن که اولادشون دچار آرامش باشه، بهترین تحصیل داشته باشه، بهترین زندگی داشته. گاهی ما والدین میبینیم که از خود میزنن، میگن ما کالایی که خود نیاز دارم نمیخرم که برای اطفال خود بخرم، غذایی رو که شاید غذای ما باشه نمیخورم، در اطفال خود میذارم. خب این طفل است. خب اینجی من میگم شاید نیاز به اگر هزینه یاری نمیکنه، خب نیاز به نمیدونم کادر روانشناس و درمان و پزشک اگر در دسترس نیست، خب مهر و محبت که مجانی است و شما داری و رایگان، این طفل در آغوش بگیر، این طفل رو محبت بکن. حسینی، پدرها و مادرها بسیار از مواردی که کادر درمان انجام میدن، مشاوره ها انجام میدن، ممکنه بسیار پر هزینه باشه، به مرور زمان میتونن خودشان یاد بگیرن، خودشان یاد بگیرن، گفتم همو آموزش. گاهی ما شاید من میگم نیاز به یک هزینه کلانی نباشه، یک هزینه مقدار کمی باشه، با پیشرفت الان که من میگم حتی در قریات های بسیار دور ما امکانات اینترنت هست، امکانات گوشی پیشرفته هست. خب من میگم الان نیاز به سواد نداره. من همیشه تاکید میکنم والدین که نگران آسیب های اجتماعی برای اولادایشان است که ما در بیرون نران با دوست ناباب، من میگم شما نگران دوست ناباب نباشید، نگران یک چیز به نام رشد تکنولوژی باشین که در دست طفل شما، طفل شما در خانه است و ممکنه جهان سر یک ثانیه بگرده. کما اینکه خود ما هم به عنوان والدین انمی امکانات را داریم و در یک ثانیه میتونیم که در تمام جهان بله بگردیم. در جهان بگردیم و نیاز به سواد نداره. بله، در حد خمس ثانیه، کم تر 15 ثانیه اگر که بتونید که یک جمع‌بندی بکنه تشکر میکنم. انشالله که خب ای اطفال که با این شرایط متولد میشه به نام ایکس شکننده، او پذیرش اتفاق بیفته، او آموزش های اولیه در کانون خانواده انجام شود، محبت شود، عزت نفس اطفال افزایش پیدا کنه و از لحاظ درمانی هم سعی شود که بی اطفال رسیدگی بشه، از لحاظی که قلبشان، دندانهایشان چک شود، از لحاظ تغذیه سعی بکنیم غذاهایی که بسیار ملینتر هست که قابل هضمتر است، یه اطفال خورسالی استفاده بکنه. در حد چند ثانیه سوال دیگه به ذهنم رسید، آیا پیشگیری هم میشه این بیماری؟ پدر و مادر که یک طفلشان رقم شد میتونن که مراجعه بکنن به دکتر، مشخص میکنن که دیگه طفل بیمار؟ خب وقتی یک طفل من میگم دچار یک عارضه میشه، حتما باید والدین برای اطفال دیگه که قصد داره که به دنیا بیاره، حتما و این من میگم 100% باید مشاوره ژنتیکی صورت بگیره. ممکنه احتمالش باشه که بچه اولاد بعدیشون سالم باشه، ممکنه این خطر تهدیدشون بکنه. بله، بسیار تشکر از شما خانم حسینی عزیز. از شما بینندگان عزیز و محترم هم تشکر میکنم که همراه ما بودید. به همراه کارشناس محترم از حضور شما مرخص میشیم. در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.